خب پدر امروز برای کلامت ازت متشکریم و من منتظرم که این عزیزان از تو بشنون نه از من ببینن تو چی میخوای بگی از زبان من استفاده کن و بذار که پذیرای اونچه که احتیاج دارن باشن در نام مسیح آمین خب این هفته از مزمور 23 تعلیم میدم آخرین دفعه که این سری را تعلیم دادم سال 2003 بود 11 سال پیش ولی خدا رو شکر که کلامش هیچ وقت کهنه نمیشه فقط اون دفعه اینو تعلیم دادم و خیلی پیغام های قشنگی توی مزامیر 23 است که میخوام بگم دوست دارم بریم به مزامیر کیا دیدن که اگه خیلی ناراحت بودن و دیگه نمیدونستن چیکار کنن رفتن مزمور 23 را خوندن پس امروز میریم به اون نگاه میکنیم خداوند شبان من است نه فقط شبانه هر کی شبانه من است از چه بترسم دیشب یه آیش رو بررسی کردیم و امروز نصف دیگه اون رو میگیم خب میگید که اینو دیگه چطور میخوای تمومش کنی؟ خب زیاد منو نمیشناسید من انجامش میدم تا آخرش سریع میگم از چه بترسم؟ از چه بترسم معنیش این نیست که همیشه هرچی که دوست دارم تو لحظه داشته باشم رو میگیرم بلکه یعنی تا وقتی که منتظر خدا هستم که اونیو که میخوام انجام بده میتونم راضی و راحت باشم کیا فکر میکنن؟ کیا میدونن که این نیست که همیشه ترسان و ناراضی بودن رو ازش خسته نشن وقتشی که برزایت که از طرف خدا میاد اعتماد کنید فقط از طرف اون در متایی سز مرا میخواباند نزد آبهای راحت مرا هدایت میکند جان مرا بر یه ترجمه دیگهش میگه روان مرا به راه عدالت و پارسایی هدایت میکند نه به خاطر اینکه اونو با تلاش خودم به دست آوردم بلکه به خاطر نام خود بله چون در وادی سایه موت نیز راه روم از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی اصا و چوب دستی تو مرا تسلی می سفره ای برای من نزد دشمنانم میگسترانی می و سرم را به روغن تدهین کرده ای لبریز شده است هراین نیکویی و رحمت از پی من خواهد بود و تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن خواهم بود از حال تا به عبدالعباد. حالا آیه دو که نمیخوام واقعا تعلیمش بدم ولی میخوام بگم اون منو در مرتح های سبز میخواباند. این یعنی به آرامش خدا داخل میشم. در ابرانیان چهار به ما یه چیز ماورا و طبیعه رو یاد میده. آرامش سبت. این آرامش از فعالیت و کار نیست بلکه آرامش در فعالیت و کار هاست. به عبارت دیگه من این بالا دارم فعالیت میکنم این کار زیادیه ولی در این کار آرامش دارم چون از درون میدونم این مسئولیت من نیست کاری کنم که شما حرفای رو دوست داشته باشید این کار خود خداست این کار اونه من قسمت خودم انجام دادم مطالعه کردم دعا کردم و اومدم آماده شدم پس میتونم به آرامش خدا وارد بشم وقتی میدونم که چی کار میکنم سعی نمی کنم که تلاش کنم آمین خیلی وقتا اینجوریه که کاری که باید ما بکنیم نمیکنیم و تلاش میکنیم که کاری که فقط خدا میتونه انجام بده رو بکنیم اون وقت خست نمیشیم خرابکاری میکنیم به آرامش خدا وارد شدن جای قشنگی چون وقتی در خدا آرامید اعتمادتون به خداست که اون به همه چی میرسه نمیدونید که چطور این رو میکنه نمیدونید چیکار میخواد بکنه نمیدونید کی میخواد بکنه حتی نگرانش هم نیستی چون این ایمان رو به خدا داره که اون امینه و شما را ناامید نمیکنه و جا خالی نمیده پس به آرامش خدا وارد میشید حالا هر چی که باشه تغییراتی که تو زندگیتون میخواهید عوض شدن کسانی رو که دوست دارید نجات عزیزانتونه وضع مالیتونه بذارید یه چیزی رو بهتون بگم مهم نیست مشکلتون چیه جوابشو خدا داره ولی ما کلافه و ناراحتیم و هدایت خدا رو نمیگیریم اون وقت اون وقتی که لازم داریم به آرامی خدا داخل بشیم از آیه دو خیلی خوشم میاد که میگه مرا در مرتعه های سبز میخواباند پس اینجاست که ما میتونیم انتخاب کنیم بخوابیم یا اون مجبور میکنه بخوابیم میدونید چی دارم میگم مطمئنم بعضی از شماها رو مجبور کردن که دراز بکشید به جای رسیدی که واقعا مجبور شدید واسه کار خدا صبر بکنید پس داره میگه مرا در مرتعهای های سبز میخواباند و نزد آبهای راحت هدایت هم میکند زندگیمو خودمو و, خودم و روانمو شاداب میکنه حالا ما یه مخلوق سه قسمتی هستیم اول از همه و مهمتر از همه روحانی هستیم و روان داریم و در جسمی زندگی میکنیم ما زیادی به جسممون میرسیم نه فقط نباید اینقدر بهش برسیم بلکه لازم نیست که اینقدر در پیش باشیم بیشتر باید حواسمون به قسمت روحانی زندگیمون باشه زندگی درونیمون پس روان ما یه قسمت از زندگیمونه که میتونیم خیلی بهش فکر کنیم ولی به درستی درکش نکنیم ولی واقعا این قسمتی که زندگیمون رو کنترل میکنه روان ما ذهن ماست اونچه که فکر میکنیم اراده ما چیزهایی که میخوایم و انتخاب میکنیم و احساساتمون فکر کنم بیشتر ما اگه صادق باشیم میگیم احتمالا بیشتر به وسیله احساساتمون هدایت میشیم و اینکه چه حالی داریم و چه احساسی میکنیم بیش از هر چیز دیگه چی فکر میکنیم و حس میکنیم من همیشه به این میگم میخوام فکر کنم میخوام فکر کنم میخوام حس کنم بیشتر وقتها به خدا و بقیه میگیم که چی میخوایم و چی فکر میکنیم و چه احساسی داریم خدا میخواد ذهن ما رو تازه کنه به ما تعلیم بده که چطور اونطوری که اون فکر میکنه فکر بکنیم میخواد با حق انتخابی که بهمون داده اونو انتخاب بکنیم حق انتخاب هدیه قشنگیه ولی همینطور مسئولیت بزرگی هم هست من دارم فکر میکنم که یه کتاب در روی حق انتخاب بنویسم چون فکر میکنم خیلی مهمه که قدرتی که در انتخابمون داریم رو بفهمیم و واقعا خدا به هر کدوم از ما این موقعیت رو داده و ما رو مجبور به انجام هر کاری که میخواد نمیکنه اگه آدم آهنی میخواست که خب میآفرید اون خیلی ساده میتونست مثل ربات ما رو درست کنه که انتخابی نداشته باشیم و هرچی اون میخواد رو مجبور باشیم که بکنیم ولی اون رابطه نمیشه پس اون به ما آزادی قشنگی برای انتخاباتمون میده و میگه جلوی تو برکت و لعنت رو گذاشتم چیزی که من میخوام انتخاب کن و اگه کردی همه چی برات خوب میشه پس ما در رابطمون با خدا رشد میکنیم و یاد میگیریم که مثل اون فکر کنیم و یاد میگیریم که خواسته اونو انتخاب بکنیم و بعد یاد میگیریم که چطور قلب خدا رو احساس کنیم و چیزهایی که اون حس میکنه احساس بکنیم و از اون چیزهای خوب لذت ببریم ولی یادتون باشه احساسات بالا و پایین میرن نباید بذاریم که اون احساسات ما رو کنترل کنه کیا میدونن همه چی وقتی تولد تازه میگیرید هفته بعدش عوض نمیشه همه درست نمیشه این کار تمام عمر طول میکشه و خیلی هم خوبه ما توی پروسه میریم و بتون راستشو بگم من یاد گرفتم که ازش لذت ببرم یاد گرفتم که از راه رفتن با خدا لذت ببرم شاید یه قدری براتون عجیب باشه ولی واقعا یاد گرفتم که وقتی از طرف خدا تسلیم میشم شاد باشم چون این به نشون میده که براش مهم هستم اگه خدا براش مهم نبود ما رو به حال خودمون وا میذاشت حالا این تحصیل شدن از طرف خدا برای من بیشتر از بعضی دیگه آسونه پس میگم بهتره که اول از خدا بشنوید چون اگه از اون نشنوید آخرش از طریق آدم های دیگه همونیه که دوازده دفعه بهتون گفته بود شما محل نذاشته بودید از اونا میشنوید آمین پس میخواد که ذهن ما رو تازه کنه میخواد که ارادهمون اونی باشه که اون اراده میکنه و یاد بگیریم که احساسات نه بدن نه خوب یعنی میتونید احساس خوبی داشته باشید یا بد ولی باید یاد بگیرید که واقعا نذارید احساساتتون حق انتخاب و تصمیم گیری داشته باشن وقتی در مورد سالی که سالها پیش ازم پرسیدن فکر میکنم میگفتن جویس درباره این همه مسافرت برای انجام این کارا چی میکنی و چه احساسی داری مردم فکر میکنن حتما خیلی برام جالبه که همش دارم مسافرت میکنم اصلا دوست ندارم دوست ندارم برای مرخصیم دیگه مسافرت کنم میدونید وقتی تقریبا وقتی تقریبا چل سال تو اتاق هتلی باشی وای 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 چمیدون بستن و باز کردن اصلا ولش کنید اصلا ولش کنید میدونید چی از جوابم خوشم اومد و واقعا انگار این جواب از درونم اومد که وقتی میگن از اینکه همیشه مجبوری مسافرت کنی چه احساسی داری میگم میدونی چی خیلی وقتی که از خودم مثال نکردم شاید بهترین راهی که تو زندگیتون پیروزی داشته باشید اینه که تو هر قسمت از زندگیتون که دارید دست و پنجه نرم کنید نباید از خودتون بپرسید چه احساسی راجع بهش دارید اینا نپرسید از خودتون که چه احساسی راجع بهش دارید فقط بگید که اگه این خواست خداست پس از حق انتخاب آزادی که دارم استفاده می کنم و مهم نیست چه احساس راجع بهش دارم چون این کاری که قراره بکنم آمین نذارید احساساتتون بهتون چیزی رو دستور بدن حالا یه مثال دیگه خیلی از مشکلاتی که داشتم حالا آزار جنسی از پدرم بود و وقتی که با دی وروسی کردم دیگه برام آسون نبود سخت بود و فکر نمی کردم که دیو دو سالم توی این ازدواج دوام بیاره اگه هر روز از خودش بپرسه از اینکه این زن اینجوریه چه احساسی دارم احتمالا هر شب خونه نمی اومد اگه اینو از خودش میپرسید خب امشب برای خونه رفتنم چه احساسی دارم ولی ببینید اون متعهد بود اون به ازدواج و رابطه ما با هم متعهد بود و فکر کنم همه آدم های باهوش متوجه هستن که گرچه گاهی باید رها کرد ولی مردم امروزه خیلی روی هر چیزی زود جا میزنن بله وقتی درست میگم دست میزنه میدونی چی این به خاطر اینه که باید هی از خودمون نپرسیم که چه احساسی میکنیم ما قدرت تعهد دادن رو فراموش کردیم آمین من سی سال پیش تصمیم گرفتم و آیه رو که خوندم به یاد میارم یوحنا ه 4 بود مسیح گفت پدر منو برای مأموریتی که بهم به داده بودی و به انجام رسوندم مرا جلال بده و من میگم خدایا اگه هیچ کار دیگه هم نکنم میخوام اونی که بهم به گفتی به کمال بکنم میخوام مسابقه رو تا به آخر برم و هرچی که ازم خواستی رو بکنم اونها رو انجام بدم پس یه جای باید دیگه جلوی احساساتم رو بگیرم و اون موقع بود که فکر کردم چه دوست داشته باشم چه نداشته باشم من متعهدم یه چیزای آسان‌تر از چیزای دیگه است بعضیش سختره دوست ندارم که توی مجلات و چیزای دیگه روابط عمومی بهم به حمله کنن یه چیزایی هست که دوست دارم و یه چیزایی رو راجبش دوست ندارم ولی من تا به آخر جلو میرم میخوام تشویقتون کنم که به اون چی که باور دارید خدا ازتون از خواسته متعهد بشید اگه قرار پدر بشید اگه قرار شغل آزاد داشته باشید اگه تو خدمتید اگه باید قرضاتون رو بدید اگه قرار سلامتیتون برگرده یا هر چی دیگه برای انجامش متعهد بشید و بعد از یه دو هفته تسلیم نشید چون دیگه حالش رو ندارید <applause> راستی این از کتاب مقدس ها هیچ تربیت و انتظامی در حال حاضر به نظر خوشایند نمیاد ولی بعدش ارزشش رو داره من در مورد این بخوام بگم که پس ذهن ما باید تازه بشه زندگیمون اشتباهی چون افکارمون اشتباهه زندگی ما نمیتونه درست بشه تا وقتی که افکارمون درست بشه و تنها راهی که زندگی تازه و درست بشه اینه که یاد بگیریم افکار درست رو با یاد گرفتن اونچه که خدا میگه یاد بگیرم و در کلام خدا قدرتی است که افکار ما رو تازه میکنه همین که اینجایید کمکتون میکنه که توی قسمت های متفاوت فکر کنید و بعضی از مسائل رو متفاوت از اونی که قبلا فکر میکردید نگاه کنید چون اومدید و اینجا قلبتون رو باز کردید و اجازه دادید کلام خدا واردش بشه و کلام خدا قدرت داره که زندگی رو عوض بکنه در یعقوب یک 21 میگه که کلام کاشته شده را بپذیرید که قادر است جانهای شما را نجات بخشد نه فقط روحتون میشه که تولد تازه داشته باشید ولی هنوزم روانتون نجات نداشته باشه روح شما روحتون رو از مسیح دریافت کردید گناهاتون بخشیده شده مورد قبول خدا واقع شدید اون کارش در شما تمام شده ولی اگه ذهنتون هنوزم خراب باشه انتخاباتتون غلط باشه و احساساتتون در هم بر هم باشه اون وقت گرچه یه روزی به بهشت میرید ولی تو این سفر زندگی و تا زمانی که اینجایید با بدبختی زندگی میکنید و یه زندگی پرسمری برای کمک به بقیه ندارید که خدا ازتون استفاده بکنه بذارید یه چیز بهتون بگم اگه ذهنتون بد و خراب باشه آرامش ندارید اگه همش در مقابل هر چی که خدا ازتون میخواد بکنید مقاومت میکنید اون وقت هیچ آرامشی ندارید نمیدونم اگه اینو متوجه شدی یا نه ولی من به این اجر رسیدم که فکر نمیکنم دوست داشته باشم حتی اینجوری زندگی کنم اگه قرار باشه آرامش نداشته باشم هیچی بدتر از این نیست که همش برای هر چیزی کلافه و ناراحت باشید پس این قسمت های زندگی فکر و اراده و احساسات باید شفا بگیرن باید اون آرامش درست رو دوباره به دست آورد که از طریق تصمیم گیره های درسته آمین و این خیلی شفا لازم داره شفای زندگی در دو تا چیز خب سه تا چیز کلام خدا دریافت زیاد عشق بدون شرط خدا عشق خدا و دانستن اینکه که خدا همینطور که هستید دوستتون داره یعنی راستشو بخواید اگه فکرتون رو تازه کنید خدا بیشتر از الان دوستتون نداره چون متش هستید <applause> و بیشتر از الان دوستتون نداره میگید خب پس چرا باید من این کارو بکنم چون ما برای اینکه خدا بیشتر دوستمون داشته باشه این کارو نمی کنیم این کارو می کنیم چون ما اونو دوست داریم و می خوایم کنیم و برای جلال اون میخوایم زندگی کنیم لازم نیست هر کاری رو برای اینکه یه چیزی بگیریم انجام بدیم میخوایم خدا رو خدمت کنیم چون اون عالیه چون اون فوق است حتی مجبور نیستید برای اومدن یه چیز اینجوری مثل این کنفرانس بهانه بیارید فقط بیایید و اون وقت رو برای خدا بذارید و صرفا چون اون بی‌نظیره اون وا خدا تو فوق ای بدون تو چیکار کنم چه چی, چی امتیازی که تو این اتاق که پر از ایمان داره باشم و تو رو پرستش بکنم و چیزی رو بشنوم که یه کمی بیشتر سر حالم بیاره به تو قول میدم وقتی از این در بیرون میرید اندازه کافی اخبار بعد رو میشنوید پس بهتره تا اینجا هستید خبر خوب رو بشنوید پس کلام خدا و دریافت عشق بدون شرط اون لازمه ولی یه چیز دیگه که برای رشد و بهتر شدنتون لازمه تصحیح شدنه در ابراهیم 12:6 و 7 میگه که هر کی را که خداوند دوست می‌دارد توبیخ می‌فرماید هر فرزند مقبول خود را به تازیانه میزند میدونید جالبه که بیشتر مردم بتون میگن که پدر و مادرشون با خشم و پرخاش اونا رو تنبیه کردن که این راه خدا نیست و یا اینکه هیچ وقت اصلا کسی تصحیحشون نکرده جالبه اگه تصحیحمون نکرده باشن اون وقت احساس میکنیم برای هیچ کس اونقدر مهم نبود میدونم ما همه فکر میکنیم که نمیخوایم تصحیح بشیم ولی حقیقت اینه که ما به درست تصحیح شدن و تربیت شدن احتیاج داریم زیرا هر که خداوند دوست می‌دارد توبیخ می‌فرماید به هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می‌زند اگر متحمل تعذیب شوید خدا با شما مثل با پسران رفتار می نماید زیرا کدام پسر است که پدرش او را تعذیب نکند لکن اگر بی تعدیب می باشید که همه از آن بهره یافتند پس شما حرامزادگانید نه پسران پس تمرین کنید و همه بگید من تحصیل شدن از طریق محبت خدا رو دوست دارم با ایمان اینو بگید من تحصیل شدن از طرف خدا رو دوست دارم بدترین چیزی که میتونه برامون اتفاق بیفته اینه که خدا ما رو به حال خودمون تو اشکالاتمون وا بگذاره که هیچ وقت هرگز عوض نشیم این خیلی بدبختیه میدونید راستشو بخواید من همون جور که روزمو میگذرونم یه دفعه متوجه میشم که یه کاری که باید بکنم یادم رفته و روح القدس سریع به یادم میاره این روحیه خوبی نیست من مجبور نیستم که دوباره بگم آه همش اشتباه میکنم همه کارم خرابه هم من قبلا از نظر روحانی بچه بودم اینجوری بودم بیشتر نفسانی نه اینکه حالا خیلی کارم درسته و هیچ ایرادی ندارم ولی حالا میبینم و میگم خدا یا مرسی که حواست به من هست و هر دفعه که روحی و رفتارم بده متوجه هستی برام وقت میذاری برام وقت میذاری و کارهای دیگه یه رو کنار میذاری و به من میرسی <applause> این قشنگ نیست که خدا برامون وقت میذاره بهمون اهمیت میده فقط بهمون بگه که روحی و رفتارت اشتباهه و تو مشکل میفتی بله از بذار عوضت کنم تو دردسر نیفتی خیلی قشنگه انگار و خدا من براش مهم هستم اون وقت میتونم خودم رو تسلیمش کنم رفتارم رو خوب کنم و بگم که مرسی خدایا که برام اینقدر تو اهمیت قائلی که یادم میاری قبل از اینکه درد دردسری که داشتم میافتادم بهم یادآوری کردی و این تماما رابطه ما با روح القدس با روح القدس وقتی مسیح به آسمان صعود کرد اون روح القدس رو که نمایندش بود به جای خودش فرستاد و گفت تو رو هرگز ترک نمی کنم. با تو میمونم حالا میام تو زندگیت و زندگی می کنم. تو هر چیز کوچیکی بهت کمک می کنم، ولی باید به هم گوش کنی لازمه حرف شنوی داشته باشی و اینجوری میشه که خیلی خوش میشید و خوش میگذره <applause> مثل که هنوز اطمینان ندارید ها؟ خب <applause> به اونجا هم میرسیم مکاشفه سه نوزده ما خیلی حالت دفاعی میگیریم وقتی خدا یه بهمون میگه میگیم او بازم یه اشتباهی دیگه کردم هیچ کارم درست نیست پس اونای دیگه چی همش من همش من <applause> <تصفيق> بله گوش <applause> کنید یادم میاد وقتی خدا روی خیلی چیزا خیلی خیلی چیزا داشت کار میکردی که خسته شده بودم میگفتم خدایا میشه کسی دیگه اینقدر کارش غلط باشه میدونید چی میگن انگار میشه یه آدمی یعنی مهم نبود موزه چی بود بهش احتیاج داشتن مثل این بود که یعنی نمیشد یه آیه رو بخونن که لازمش نداشته باشم همش رو اشکال داشتم یادم میاد یه دفعه از اینکه خدا همش واسه خیلی چیزا رو کار کرده بود خسته شده بودم یادم میاد رفتم پیش دیو چون فکر کردم مشکل دیوه ایراد از اونه نمیشه یعنی نمیشیدم که دیو هیچی از این بگه که خدا داره روش کار میکنه ازش پرسیدم شده خدا چیز رو بخواد در تو تصدیق کنه گفت نه فکر نمیکنه وای از دست خدا عصبانی شدم گفتم این دیگه چه وضعشه